سلام، به برنامه امروز شطرنج جهانی خوش آمدید. من منصور بیطرف هستم و امروز میخوام درباره یکی از موضوعات مهمی که هفته گذشته رخ داد صحبت بکنم. حمله موشکی از جنوب لبنان به شمال اسرائیل. شنبه گذشته چند راکت و چند موشک به منطقه مجد الشمس واقع در شمال اسرائیل و منطقه اشغال شده جولان اصابت کرد. שלושה יעדים עמדו על הפרק, מזכ"ל החיזבאללה, שייח' עבאס מוסאווי, סגנו חסן נסראללה וסגנו השני סובחי טופיילי. בר אסר אין המלה ובר اثر اصابت این موشک ها حدود 12 کودک کشته شدند و ده ها نفر زخمی شدند. اسرائیل مسئولیت این حمله رو بر عهده حزب الله لبنان گذاشت، هرچند که حزب الله لبنان این حمله رو تکذیب کرد و اون رو متعلق به خودش ندونست. اما اسرائیل کماکان مصر هستش که این حمله از سوی حزب الله لبنان صورت گرفته و تهدید به یک حمله متقابل به مصر گرفته، حمله‌ای که احتمالاً لبنان و بیروت و جنوب لبنان رو در بر خواهد گرفت، حمله‌ای که اگر به وقوع بپیونده میتونه آتش جنگ رو در منطقه شعله ور کنه. اسرائیل و حزب الله لبنان درگیری‌های بسیار زیادی با هم داشتند. یک درگیری مستقیم اونها در سال 2006 صورت گرفت، درگیری که به جنگ 36 روزه معروف شد. در این درگیری 36 روزه که آخر سر و در مرحله آخر اسرائیل خواهان آتش‌بس اون شد، بنا به ظاهر حزب الله از اون پیروز در اومد. اما اتفاقاتی که رخ داد در اون جنگ 36 روزه و در سال در جنگ 36 روزه سال 2006 اتفاقاتی که رخ داد نشون میداد که یک خرابی گسترده در بیروت و جنوب لبنان صورت گرفته. بنابر شواهد و بنابر آمارها حدود 500 نفر از جنگجویان حزب الله لبنان کشته شدند، هرچند که حزب الله لبنان تعداد کشته های خود رو بسیار کمتر و حدود 55 نفر ذکر کرده. 1 میلیون نفر در این جنگ 36 روزه جابجا شدند، در منطقه خود لبنان جابجا شدند. حدود 2000 خانه در اسرائیل ویران شد و 300 هزار اسرائیلی جابجا شدند. این پیامد جنگ 36 روزه در سال 2006 بود. این اولین جنگ مستقیم و درگیری مستقیم بین حزب الله لبنان و اسرائیل بود. اما اتفاقی که در حال حاضر داره رخ میده و شاید هم رخ داده باشه، دومین درگیری مستقیم حزب الله لبنان و اسرائیل هستش. اصلا حزب الله لبنان چیه؟ در چه زمانی تأسیس شد و چه گروهی هستش؟ کدوم کشورها از این حزب الله از این گروه حمایت میکنن و کدوم کشورها اون رو در لیست تروریستی و سازمانهای تروریستی قرار دادن؟ بهتره درباره حزب الله لبنان کمی صحبت بکنیم. حزب الله لبنان در سال 1982 یا بهتر بگیم در جولای سال 1982 از سوی ایران و سوریه تأسیس شد، یعنی با ایران و کمک سوریه تأسیس شد. مؤسس اون آقای علی اکبر محتشمی پور، سفیر ایران در سوریه بود. در اون زمان در سال 1982 اسرائیل در لبنان
نفوذ کرده بود، تجاوز کرده بود و یک درگیری مستقیم بین بین نیروهای اسرائیل و همچنین نیروهای سوری که در لبنان بودند صورت می گرفت. بر همین اساس سوریه و ایران تصمیم به تأسیس گروهی گرفتند که بتونه در مقابل اسرائیل قرار بگیره. اونها این گروه رو که تشکیل دادن و اسمش رو گذاشتن حزب الله. هرچند که علی اکبر محتشمی پور حدود 2 سال بعد تأسیس این حدود 2 سال بعد و به دنبال تأسیس حزب الله مورد سوء قصد قرار گرفت. رونن برگمن، خبرنگار و نویسنده اسرائیلی، درباره این سوء قصد در کتاب خودش به اسم برخیز و اول تو بکش چنین آورده: در 14 فوریه سال 1984 یک بسته بزرگی به سفارت ایران در دمشق رسید که ظاهراً توسط یک انتشاراتی مشهور لبنانی که متعلق به خود ایرانی ها بود پست شده بود. پذیرش سفارت دید که به روی اون به وضوح نوشته شخصاً برای جناب آقای سفیر، و اون رو به دفتر محتشمی پور در طبقه دوم فرستاد. منشی سفیر اون رو باز کرد و دید که یک جعبه ای هستش که در درون آن یک جلد کتاب با شکوه به زبان انگلیسی درباره مکانهای مذهبی شیعیان در ایران و عراق هستش. او کمی کتاب رو باز کرد و اون رو دوباره بست و کتاب رو به درون اتاق سفیر برد. محتشمی پور کتاب رو باز کرد و یک انفجار شدیدی رخ داد. انفجار پرده یکی از گوشهایش را پاره کرد و یک دستش و تقریبا تمامی انگشتان دست دیگرش قطع شد. تراشه ها یکی از چشمهای او را نابود کرد و کور شد. در واقع اینطور که رونن برگمن نوشته، این بسته انفجاری یا تله انفجاری به خاطر این بود که محتشمی پور عملا هنوز در سفیر ایران در سوریه بود، هنوز به نوعی حزب الله رو داشته هدایت می کرد، حزب الله لبنان رو هدایت می کرده و به نوعی رهبری پشت پرده اون بود. بنابراین باید یک جوری انتقام خودشون رو از محتشمی پور که مؤسس حزب الله بود می گرفتن و این چنین گرفتن. چرا که از جولای سال 1982 که حزب الله لبنان تشکیل شد، حدود 3 ماه بعد یکی از عملیات بسیار متحورانه و میتونیم بگیم یکی از عملیات انتحاری حزب الله صورت گرفت و یک پادگان و یک پایگاه اسرائیلی عملا نابود شد. حدود 100 سرباز اسرائیلی به دنبال عملیات انتحاری که عامل اون فردی بود به اسم احمد قصیر، یک نوجوان 16 ساله بود. عامل انتحاری این آقای احمد قصیر نوجوان 16 ساله بود که به دنبال اون حدود 100 سرباز اسرائیلی کشته و زخمی شدند. عملیات های متعددی پس از اون هم صورت گرفت و به همین خاطر بود که در سال 1984 نیروهای امنیتی اسرائیل و دولت اسرائیل و کابینه اسرائیل تصمیم گرفتند یک عملیات انتقامگونه از مؤسس اون، یعنی آقای محتشمی پور، بگیرند. محتشمی پور با این نقص عضوش تا پایان عمرش که در 7 خرداد سال 1400 بود با زندگی کرد. درگیری های اسرائیل و حزب الله لبنان که اسرائیل اون رو بازوی ایران، بازوی نیابتی ایران در منطقه میدونه، طی 40 سال گذشته فراز و نشیب های زیادی داشته. از ترور سید عباس موسوی گرفته که دومین رهبر حزب الله لبنان، اونم در سال 1992، و همچنین گفتم تا جنگ 36 روزه در سال 2006 میلادی که اولین درگیری مستقیم حزب الله و اسرائیل بود
و تا ترور عماد مقنیه، مغز متفکر عملیات نظامی حزب الله در سال 2008. همه این درگیری ها سبب شده که اسرائیل حزب الله لبنان رو دشمن جدی خودش ببینه و حزب الله هم اسرائیل رو دشمن درجه یک منطقه. اگه به ویکی‌پدیا مراجعه بکنیم و درباره حزب الله صفحه حزب الله رو باز بکنیم، اطلاعات جالب توجهی رو میتونیم ببینیم و میبینیم که تنها ایران حامی حزب الله نیست، بلکه کشورهای مانند سوریه و حتی خود لبنان، کره شمالی، عراق و اخیراً حوثی‌های یمن و حتی روسیه هم به نوعی حامی حزب الله هستند. اینها کشورهایی هستند که هم حمایت‌های سیاسی خودشون رو از حزب الله انجام میدن و هم حمایت‌های مادی. البته در مقابلش ما می‌بینیم که کشورهای اروپایی و آمریکا اکثراً، تماماً میتونیم بگیم به طور قطع، تماماً اون رو یک سازمان تروریستی میدونن و هر گونه همکاری با حزب الله رو به نوعی همکاری با یک نهاد تروریستی میدونن. بنابراین ما میتونیم اینطوری بگیم که درگیری که اگر بین حزب الله و اسرائیل رخ بده، مثل درگیری اسرائیل با حماس در منطقه غزه نیست، بلکه این یک درگیری کاملا مستقیم میتونه باشه بین اسرائیل و به نوعی کشورهای حامی حزب الله. کما اینکه ما داریم میبینیم و کما اینکه میخونیم که بسیاری از کشورهای منطقه و همچنین به طور مستقیم ایران، سوریه و حتی روسیه از اسرائیل خواستن که از عملیات متقابل به مصر خودداری بکنه. حتی آمریکا هم از اسرائیل خواسته که مبادا عملیات متقابل به مصر بکنه، بلکه خیشتنداری انجام بده و به طور متقابل و پیام‌هایی را برای حزب الله لبنان فرستاده که خواهان خیشتنداری باشه. چرا چنین پیام‌هایی رو دارن این دو کشورها میدن؟ چرا خواهان خیشتنداری اسرائیل هستن و از اون ور خواهان خیشتنداری حزب الله؟ درگیری که اگر بین حزب الله و اسرائیل رخ بده، همونطور که گفتم، یک درگیری بین یک کشور و یک گروه نیست. در جنگ 36 روزه در واقع درگیری بین یک کشور و یک گروه بود، هرچند که کشورهای دیگه به نوعی حمایت‌های مادی و حمایت‌های معنوی از حزب الله می‌کردند، اما به طور مستقیم وارد این درگیری نشده بودند. این درگیری جدید با توجه به اتفاقاتی که داره بین اسرائیل و حماس در منطقه غزه رخ داده و با توجه به اینکه برخی از کشورها به حمایت از حماس برخواستن، مثل حوثی‌های یمن که دریای سرخ رو عملاً ناامن کردن برای تردد کشتیرانی، درگیری مضاعف بین اسرائیل و حزب الله دیگر درگیری بین اسرائیل و کشورهای حامی خواهد بود. به واکنش‌های بین‌المللی که در این خصوص انجام شده نگاهی بیندازیم و بخونیم ببینیم چه واکنش‌هایی داشته. خب مواضع کشورهای غربی رو که به نوعی گفتیم، یعنی کاخ سفید خواستار خیشتنداری شده، فرانسه که تقریبا میتونیم بگیم که به نوعی قیمومیت لبنان رو، در واقع لبنان از فرانسه مستقل شد، استقلال خودش رو از فرانسه گرفت و به نوعی فرانسه مادر معنوی لبنان هستش، خواهان خیشتنداری اسرائیل و حزب الله لبنان شد و در همین زمینه به خود کشور لبنان فشار وارد میکنه که وارد دیپلماسی پنهان بشه و مانع حمله حزب الله به اسرائیل و یا اسرائیل به لبنان بشه. کشورهای انگلستان، آلمان و همچنین کشورهای مثل نروژ و سوئد، همه اینها به نوعی خواهان خیشتنداری اسرائیل شدند.
مواضع شخصیت‌های لبنانی هم تو همین زمینه قابل توجه و قابل تأمله. دولت لبنان که معمولاً درباره منطقه اشغالی، جولان اشغالی هیچ اظهار نظری نمی‌کنه، در بیانیه‌ای نشون داده که وضعیت بسیار جدی و مخاطره آمیزه. ولید جنبلات، رئیس حزب سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان هم در گفتگو با الجزیره اعلام کرده که ادعای رژیم اسرائیل مبنی بر این که محور مقاومت یعنی حزب الله لبنان به مجد الشمس شلیک کرده کاملا تکذیب میشه و کذبه و گفته اسرائیل در هر لحظه در حال حمله به لبنان و قتل و کشتار و ویرانگری هستش و به این بهانه میخواد محور مقاومت و حزب الله لبنان رو از بین ببره. اما اگه واقعا این بار جنگی رخ بده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بهتر نگاه بندازیم به زرادخونه های حزب الله. آمارهایی که از زرادخونه حزب الله خارج شده نشون میده که حزب الله بالغ بر 100 هزار راکت و موشک داره. حزب الله مدعی شده که حدود 100 هزار جنگجو داره، هرچند که سازمان CIA میگه که مبارزان و جنگجویان حزب الله حدود 45 هزار نفر هستند که حدود 20 هزار نفر تمام وقت هستند و 25 هزار نفر عملا در نیروهای ذخیره اون قرار دارن. اما همین میزان راکت و موشک و جنگجو به نوعی اسرائیل رو نگران کرده. میشل اورن، سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل، درباره تفاوت حزب الله و حماس نکته بسیار جالبی میگه. او میگه حماس به طور تاکتیکی خواهان حذف اسرائیله، اما حزب الله به طور استراتژیک میخواد اسرائیل رو حذف کنه. اما اگه این بار واقعا جنگی رخ بده، من از گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک نقل قول میارم که بعید نیست این اتفاق بیفته، چون سابقه کارهای اسرائیل رو میدونیم. میگه اگر این بار اتفاقی رخ بده و جنگی رخ بده، مثل جنگ سال 2006 نخواهد بود. ما لبنان رو به عصر حجر برمیگردیم.